مقامات ولایت بدخشان میگویند هنوزم از دهه دوردست پیتوپی اشکاشم خردسالان و سالمندان زهرالود شده به بیمارستان خارق آورده میشوند. با وجود تلاش های چند ماهی ستاد ولایت تا کنون گندم های زهراگین پر نیست کرده نشده است و ساکنان با وجود احتیاط مبتلا میشوند. روز سه‌شنبه 13 مرد باز یک گروه 20 نفره ساکنان این دهه به بیمارستان خارق انتقال داده شدند و فعلا حدود 30 نفر بستری میباشد. نسرین‌گل نیکوشوی و سردار ریاست تندرستی ولایت بدخشان روز 16 مرد به رادیو آزادی گفت بیشتر در مورد سلامتی یک کودک که برادرش در روزهای اول زهرال شدن مردم فوتیده بود نگران هستند. وی گفت دیگران حدود 84 نفری که از ماه ینور به این طرف به بیمارستان آورده شده بودند صحت شدند و به نزد خانواده‌اشان برگشتند، ولی این کودک خردسال 11 ساله از خانواده قربانبیک قربانبیکوف یک آموزگار از روستای پیتوپی ناحیه اشکاشم بهبود نیافته استاد است و وضعش یکسان استاده است. سی نفر خوب هستند، یکی اوزید به روزه نزدیک آیا روزه یکرش جواب میدن، فقط همون کودکی که اول وقت دوخیل شدن همون کودک اولش خواه یک روز خوبتر میشه، یک روز نه همون کودکی دیگر اوزمین است و دیگر رو همش خوب شده رفتن. از ماه ینبر سال روان با شروع زهرال شوی ساکنان جماعت دهات پیتوپ در نتیجه سنجش طبی 500 نفر به قید گرفته شده بود و از این میان 124 نفر با وضع شدید بهداشتی به بیمارستان انتقال داده شده بود. مقامات ناحیه اشکاشم میگویند که فعلا حدود 30 نفری که در بیمارستان بستری هستند گروه آخرین زهرالود شده ها میباشند. اشم خالدارو و معاون اول رئیس ناحیه اشکاشم روز 16 مرد به رادیو آزادی گفت روز سه‌شنبه همین هفته 20 نفر دیگر برای تبابت به بیمارستان خارق آورده شدند و صحتی آنها خوب است. روز 13 20 نفر دیگر از همون جماعت توپ از همون جماعت یعنی گندم خریداری شدگی بود 20 نفر را بستری کردن، 27 نفر این وقت در شهر خورو قرار دارن. من دین روز مجلس رفتگی بودم، بیمارخونه در آمدم، همشون را دیدم، احوالشون بد نه، احوالشون خوب است. از آخر ماه ینور تا 10 فوریه امسال 19 نفر زهرالود شده، یک نورس 11 ساله درگذشت. نسرین گل نیکوشوی و سردار ریاست تندرستی ولایت بدخشان روز 12 فوریه به رادیو آزادی گفته بود ساکنان این محل از 5.5 تن گندمی که از ناحیه همدانی برده شده است 2 تنش را آرد کرده استعمال نمودند. بر اثر جای داشتن علف زهراگین گلیاتراب در زمین گندم و استعمال آرد زهرالود آسیب دیدند. قربانبیک قربانبیکوف یک آموزگار از روستای پیتوپ ناحیه اشکاشم که پسر 11 سالش در روزهای اول زهرالود شبی ساکنان دهه به بیمارستان آورده شده است گفت با گذشت 2 هفته وضع پسر دیگرش به نشده است. وی میگوید روزهای اول برمشکم پسرش 50 سانتی متر بود، تا کنون وضع سلامتیش بهبود نیافته است. بیماری ورم جگر یا گریاتراب سال 1992 در زمان اوج جنگ داخلی در جنوب تاجیکستان و به خصوص ناحیه فرخار خروج کرده بود. در آن زمان بیشتر از 8000 نفر در این ناحیه زهرالود شدند. نه کمتر از 500 نفر هلاک شدند، هزاران نفر شفا یافتند.